پیکر بیجان قدسیه. دختر نوجوانی که دیروز انتحار کننده جانش را گرفت، تا لحظات دیگر او با تمامی آرزوهایش به دل خاک سپرده خواهد شد. آرزوهایش به می بود که بانتون خلاص کنم، از مقام برسم، خدمت با پدر مادر خود کنم، خدمت با پدر خود کنم، که پدر خود موضوع شوم. ناله هایی که هر رویداد هراس افغانانه از مردمان کشور می کشد، دردی که توان بدن می گیرد و یاری استادن نمی گذارد. برادر قدسیم مستری است و به ده ها مشکل درآمد خانواده اش را تامین می کند. مسعود هیچگاه نگذاشت قدسیه پول درس خواندن نداشته باشد. تو یک امید نداشت که رقم به زیر خاک بره. بسار امید داشت. میگم من تحصیلم خلاص کنم، من میرم به مستری، ولی به زیر خاک رفت امروز. در داورتر این که دولت برای انتقال پیکر قدسیه امبولانس در اختیار این خانواده نگذاشت. میگوید چی برسد به غمشریکی و یا کمک دیگر. قسم به خدا هیچ یک پرسان نیست. حتی به خدا باور کنیم پیش دکتران میره بدرخند، کسی حتی جنازه را صحیح نشانه میتن. شما خودتان شاهد بودین که ما جنازه خود در یک موتر شخصی و کرایی بگین که انتقال دادیم دیجا، حتی یک امبولانس برای ما کسی کمک نکرد. قدسیه تنها 21 بهار زندگیش را تجربه کرده بود. دانشجوی سال چهارم دانشکده روانشناسی بود و در عین حال قرآن کریم حفظ میکرد. او انگامی که قرآن در بغل داشت و به سوی خانه اش می رفت، در حمله انتحاری کشته شد و دیروز اینجا ساعتها جسدش در کنار جاده افتاده بود و خیلی ها به سادگی از کنارش می گذشتند.